برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای شیخ مصطفی ادیب هندی، وکیل آیت الله لزما شیرازی در هند از لکنو همراه ما هستند. حاجی ها سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. به نظر شما آیا شرایط برابری برای مسلمانان هند برای تحصیل و کسب شغل و درآمد مناسب و وجود داره؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منم خدمت شما عرض ادب دارم. در مورد این سوال باید گفته شود که از لحاظ دولتی و اعمار دولتی و طرح دولت مشکلی نیست. هر کسی که به هر دینی یا هر مذهبی در هند باشد می تواند از اینها این اقدامات و این طرح ها استفاده کند، ولی متاسفانه خیلی از مسلمانان، خصوصا اون کسانی که در سطح پایین زندگی می کنند، از این برنامه ها اصلا خبر ندارند. و اگر خبر داشته باشند میتوانند بهتر رو کرد داشته باشند. ما در سطح پایین تحصیلات کلاس های ابتدایی یا متوسطه، آمار مسلمانان در سطح مدارس خیلی بالاست، ولی وقتی میرن بالاتر، یعنی تعلیمات بیشتری و تحصیلات اکادمیک و اینها، همچنین میاد پایین. لذا لازم است از این طرح استفاده بشه، و این طرح لازم هست که اولا با خبر بشند و اون شرایطی خاصی که داره، مدارکی که لازم داره. گاهی وقتا مدارک کامل نیست، گاهی وقتا چیزهای دیگه معنی میشه که از این طرح نتوانن استفاده کنند. لذا خیلی لازم است، همونجوری که در گزارش هم دوست من اشاره نمود، که لازم هست که نهادهای غیر دولتی برای کمک به این کار جلو بیاند و این کار را برای مسلمانان راحت کنند. الحمدلله ما همچنین هم خیلی از سازمان‌ها وابسته به حضرت آیت الله لزما سید صادق حسینی شیرازی از چند سال این کار را برای تحصیل سطح عالی برای شیعیان، خصوصا جوانان و شیعیان را در لکنو، در حیدرآباد و در دهلی شروع کردیم. البته اول کار هست، خیلی باید روش کار بشه، ولی انشاءالله اگر خدا توفیق داد و اهل بیت علیه السلام یاری نمودند، انشاءالله می توانیم در آینده یک جهت بالای در سطح تحصیلی مسلمانان را شاهد باشیم. بله، سپاسگزارم از شما شیخ مصطفی ادیب هندی، وکیل آیت الله لزما شیرازی در هند از لکنو.